دردمند این کار رو نمی‌کنه. این فوق‌العاده مهمه. وقت در اینجا در واقع مولانا بین دو چیز تفکیک می‌کنه، یکی درس دین، دیگری درد دین. ببینید میگه درس دین همین علم دین است، این مال بی درداست، به قول او مال کسانی که میخوان عمری رو صرف کنن بگذرونن. حالا یه کسی میره دنبال مثلا شغلی، یه کسی هم شغلش همین میشه که همین بحثا رو بکنه. اما آدم دردمند اصلا پروا و تاب این گونه سوالات نداره، به اینا میخنده، اینا رو مانع و مزاحم راه خودش میدانه. ببینید درد یه کلمه ایست که عطارانه است، یعنی معادل عشق در آثار مولانا کلمه درد است در آثار عطار. کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای دردت دل عطار را. میگه خدایا نه کفر میخوام نه ایمان، ایمان رو به مؤمنان بده، کفر رو به کافران بده، به من یک کمی درد بده. این درد و دردمندی مهمترین سؤالی بود، خواسته‌ای بود که عطار داشت و از خداوند می‌خواست و آدم بی درد رو بدیهی بود که طرد می‌کند. مولانا هم در واقع همین رو میگه، میگوید که شخصی که دردمند است حتی در همین مسائل طبی و بهداشتی عادی دیگه، شما سرتون درد می‌کنه، پاتون درد می‌کنه، دندونتون درد می‌کنه، هر چی، حال و حوصله خیلی کارها رو نداریم دیگه، نمیتونیم، مخصوصا کارهای بیهوده، مخصوصا کارهای لاکشری، کارهایی که حالا آدم در فراغت کامل ممکنه به اونها بپردازه، به ضروری ترین کارها میپردازه. یه جای دیگه مولانا مثالی میزنه برای همین گونه فعالیت‌ها و دردمندی ها، میگه پاشکسته میروند این قوم حج، که از حرج راهیست تا سوی فرج. میگه حتی این قوم اگر به مکه میرن، به حج میرن، مثل پا شکستگان میرن. شما اگه پاتون شکسته باشه و نتونید حرکت کنید، فقط حرکت‌های بسیار ضروری رو انجام میدید، دیگه بیشتر از اون نمیدهید و نمیتوانید بدید، ضروری ترین حرکات، چون پا شکسته درد میکنه، بلند نمیشید هم گردش بیهوده بکنید این سو اون سو، نمیتونید. همون اندک انرژی رو که دارید نگه می‌دارید برای ضروری در این کار. می‌گوید که این افراد انرژی خودشون رو مثل پاشکستگانی که اجازه دارن راه مختصری برون حفظ می‌کنن برای ضروری ترین کار، چون درد دارن. آدمی که درد نداره توی مصرف کردن انرژی ولخرجه، سخاوت کاذب داره و البته بعداً هم دچار تهی‌دستی خواهد شد. اینا تمام مثال‌های مختلفی است که اینجا و اونجا مولانا می‌آورد که بگه اصل دینداری و خداشناسی دردمندی است، عاشقی است، حیرانی است و بقیه فرع بر آن است. یعنی بقیه اگر هم باشند اما این مغز و این قلب نباشد، اونا هیچند. به تعبیر دیگه دینداری ابتدا از اون مغز شروع شد، از اون حیرت، از اون درد، از اون عشق، بعدن رفته رفته اون جامعه ها رو برتن کرد، به طوری که امروز وقتی ما با او روبرو میشیم این جامعه های بیرونی رو میبینیم، این زیورها و آرایش ها رو، قلب رو دیگه نمیبینیم، قلب پنهان است همچنان که در بدن ما، قلب ما دیده نمیشه، مغز ما دیده نمیشه، اما حرفامون شنیده میشه، چهرمون دیده میشه، که اینا ظاهری ترین وجهه وجود ما هستن. اونی که ما رو نگه میداره سر پا و حیات ما به اوست، قلب ماست و مغز ماست، جزی نیست، اینا پنهانن. اونی که از آدمی دیده میشود همین ظواهره. در همه چیز دنیا همینطوره. این البته یه وقتی باشه تا من برای شما توضیح بیشتری بدم. هر چیزی که شما در این جهان میبینید پوششیست برای یک چیز دیگری و فریب خورده کسی است که این پوشش رو ببینه و اون امر و اصلی رو که زیر اون پوشش قرار داره نبینه. مثال های فراوان داره، یکیش همینه. حالا در عالم معنویات این دیگه به طریق اولا صادق است، یعنی اگر بحث از اخلاق می رود، بحث از دین می رود، حتی از علم می رود، اینها یه ظواهری دارن که پوششی هستن بر اون بواطن و این ظواهر البته آدمی فریبند،
و آدمیان بسیاری در حد همین قشور و همین پوست‌ها توقف می‌کنند و فرصت یا جرأت ورود به اعماق رو پیدا نمی‌کنند. این نمونه‌های بسیاری است که مولانا در اینجا مثال می‌زند و به ما می‌گوید. خب اما مولوی